توجه داشته باشید، آقای خامنه ای ناگهان یادش اومد که دوباره بیاد و سخنرانی کنه و از وحدت امت اسلامی سخن بگه و اینکه اسلام رو دارن بدنام میکنن. گوش کنید، در یک نقطه ای با انسانهای بیگناه رفتار ظالمانه میکنن، در یک نقطه ای به خاطر اسلام مسلمانان را قتل عام میکنن. در آفریقا در یک مرکزی در یک کشوری کسی به خاطر مسلمان بودن مورد قتل و تجاوز و ظلم قرار میگیرد. در نقطه دیگری کسانی به نام اسلام دخترهای مردم رو میدزدند و فرار میکنند. خامنه ای خوب صحبت میکنه، بهتر از اون عالی جناب های دیگر، خوب میتونه نبض این مردم رو در دست داشته باشه. شما میگید منطقی میگه، مردمی که در داخل کشورن کمترین اطلاعات رو دارن. اما توجه کنید، آنچه که ما بیشتر بحث میکردیم در این برنامه ها، میگفتیم باید از این متریکس خمینیز خارج بشید، همینه. شما نباید وارد پولومیک بشید با اینها، شما نباید فریب بازی های به اصطلاح گلخانه‌ای رژیم بشید. ما بیش از حد تو بازی های رژیم آلوده هستیم، ما آلوده ایم، آلوده بازی های رژیم، دستگیری ها، زندانی ها. ما هرگز نیومدیم بپرسیم چه فرقی داشت زمان خاتمی، زمان روحانی، زمان خامنه ای، زمان رفسنجانی. هنوز که همه رو دستگیر میکنن، یک روز وبلاگ نویسا رو دستگیر میکنن، یک روز فیسبوک نویسا رو دستگیر میکنن. خب چه فرقی داره؟ همون بازی هاست. مشکل ما این است که ما دوست نداریم از این متریکس خارج بشیم، چون هیچ اطلاعاتی فراتر از این نداریم. ما تمام آگاهی هامون در همین چارچوبه. ما یک بازی شطرنج خانگی انجام میدیم. برای همینم به نظر من باید تمام نسل فرهیختگان، نخبگان ایران به تدریج تغییر کنه. شما باید برید این نسل جدید رو وارد بازی کنید. نگاه کنید، رژیم سعی کرد این کار رو بکنه. رژیم سعی کرد چهره های جدید کراوات دار، کت شلواری رو وارد بازی کنه. نگاه کنید از روزی که تیم گرین کارتی و امنیتی روحانی آمدن، اکثر بازیگران آنهایی هستن که وانمود میکنن ما دنیای غرب رو میشناسیم، ما آمریکا رو میشناسیم. شما نگاه کنید در آلمانیتور، اتفاقا من دیشب یا پریشب خوندم، آقای موسویان رو میشناسی؟ سفیر ایران در آلمان بود در زمان میکونوس، بعد احمدی نژاد اینا به عنوان جاسوسی در هیئت مذاکره کننده او رو به اصطلاح یک مدتی دستگیر کردن، بعد فرار کرد آمریکا، بعد شد کارشناس و رابطه، یعنی یکی از بهترین لابیستای رژیم. نگاه کنید این روزنامه سایت آلمانیتور، شما هر وقت نگاه کنید تمام وابستگان رژیم، آقای برزگر، آقای کرمی، آقای شهابی، آقای موسویان، باربارا سلیوان، همه تایید میکنن که آقای روحانی رو نجات بدید، پشتیبانی کنید از ظریف. چرا؟ این آخرین شانس همه. کدوم این شانس؟ چه شانسی؟ شما میخواهید این رژیم رو خل سلاح کنید هسته‌ای؟ خب میتونستید، نکردید، نمیخواهید بکنید. حالا این مذاکرات مذاکراتی بیهوده ایش. چرا؟ حالا گوش خواهید کرد خودشون چی میگه. چرا من میگم بیهوده است؟ به خاطر اینکه عده‌ای الان در اروپا معتقدند که آمریکایی‌ها وارد این بازی شدن، اروپایی‌ها رو به جلو انداختن برای مذاکره. 5+1 یادتونه؟ اول ترویکا بود، 3 نفری بود، که بعد خودشون از پشت سر اینا مانور بزنن و خودشون با جمهوری اسلامی مشکلاتشون رو حل کنن. در اروپا الان این بحثه. معتقدن اینها کاری کردن که گروهی مثل روحانی سر کار آمد و این آخرین شانس بین روحانی و اوباماست.
اگر این مذاکرات شروع بشه واسطه هم آقای جواد ظریفه. چرا؟ شما نگاه کنید هر اتفاقی میفته، شام اول، شام آخر، صبحانه با ظریف، اشتون و ظریف در کافه نمیدونم لومباردی، فرقی نمی کنه. شما رو گذاشتن سر کار برای یک مذاکرات، بعدم آخر آقای ظریف میاد میگه هنوز به جایی نرسیدیم. دیروز سه دور گفتگو داشتیم، دیروز بعد از ظهر، دیشب سر شام در کنسولگری ما و امروز صبح، مجموعاً شاید 8 ساعت با کم و زیادش گفتگو کردیم. روش‌های پیگیری موضوع و راه‌های نزدیک کردن مواضع رو بررسی کردیم با همون هدفی که همیشه مورد نظر ما بوده، یعنی برنامه هسته‌ای ایران به عنوان یک برنامه صلح‌آمیز ادامه پیدا بکنه. بحث خوبی بود، در مورد نگرش‌های مختلف صحبت کردیم، توافق‌های خوبی هم کردیم برای ادامه کار. ما یک دور گفتگوی کارشناسی در کنار این جلسات داشتیم، امروز صبح یک دور گفتگوی کارشناسی با کل 5 به اضافه 1 در کنار اجلاس شورای حکام خواهیم داشت و هم در سطح سیاسی. حرف البته تکراری است، اما اجازه بدید یک نکته دقیق تری رو بگم. در شرایطی که اینا صحبت میکنن، چرا بایستی لابیستای جمهوری اسلامی در واشنگتن، همون در و دسته تاریتا پارسی، جمال عبدی، مرعشی و دیگران، ناگهان بیان و روی سایت خود اون سازمانشون ناگهان یک خبری بدن که اگر دیر به جنبید عده‌ای در کنگره آمریکا دارن لایحه‌ای رو تصویب میکنن که در واقع جنگ در خلیج فارس، البته به خاطر اینکه بیشتر ایرانی‌ها رو تحریک کرده باشن و در واقع یک نوع پشتیبانی همگانی از ایرانی‌ها پیدا کنن، گفتن که این لایحه درش خلیج فارس نوشته نشده، نوشته خلیج عربی. بنابراین میبینید توطئه‌هایی بر علیه ایرانه، نه توطئه‌ها بر علیه رژیمه، کسی علیه ایران فعلا نداره، این خود رژیمه که در واقع مزاحم شده. چرا؟ عده‌ای معتقدن این رژیم فریبکاره، حتی خود وندی شرمن. بنابراین همش معتقدن خب شما اومدید امروز مذاکره کردید، با موشک‌های ایران چیکار خواهید کرد؟ فقط نگرانی اسرائیل نیست، همه منطقه. یک دقیقه نگاه کنید، اتفاقا این انیمیشن در اشاره میکنه که این رژیم هیچ نگرانی از سانکشن نداشت، از تحریم ها نداشت. البته بعد متوجه شد که تحریم ها میتونه در واقع رژیم رو به زانو در بیاره. بذارید صاف و پوسکنده بگم، دو قدرت جهانی در مقابل هم ایستادن بر سر مسئله ایران. ادعی که معتقدن ولو بد دیل، حتی یک معامله بد، خوبه که ما بگیم مذاکره کردیم و ایران رو آروم کردیم و یعنی عاقلش کردیم، اجازه ندادیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. یک ادعی معتقدن اصلا نمیشه به اینا اطمینان کرد، اینها همش شما رو سر کار گذاشتن. و جالب این که ادعی هنوز معتقدن باید ایران رو ترسان. من دیدم یک حالا درست آژانس میاد عکس میگیره و میگه ما با ایران به مذاکرات نتیجه دلخواه رسیدیم، آژانس اتمی گفته این مدت. حالا از سوی دیگه یه عده اومدن فیلم درست کردن به اسم روباکاپ، هم دیدیم این روباکاپ رو، و بعد این روباکاپ رو فرستادن ایران به عنوان پروژکت فریدم تهران. خب ما کدوم رو باور کنیم؟ مذاکره رو یا فشار نظامی رو؟ میشه در کاندانم برگشت از کودتای 28 مرداد صحبت کرد، میشه برگشت از قصه های دیرینه صحبت کرد، میشه از بحث های تکراری صحبت کرد که هست. هنوز من در بسیاری از سایت ها میبینم
همه شیرین می نویسن، شیرین سخن میگن. اصلا زمان شیرین سخنی نیست، شیرین نویسی نیست، اینا واقعیت هاست. حالا در روز جمعه در مورد سریال هوملند صحبت خواهیم کرد. چطور ممکنه شما بیاید یک سریال آمریکایی درست کنید در شو تایم، همه مسائلی که احتمال داره در آینده اتفاق بیفته، گزینش افرادی مثل ظریف و دیگران یا پیدا شدن سردار در واشنگتن، همه رو در این سریال بگنجونید. تمام حرف من همینه. از این متریکس خمینیزم، از این زامبیزم فرهنگی خارج باید شد. چرا؟ ما دیگه مهم نیستیم، مهم نسل فرداست. اگر ما همچنین بخواهیم به خاطر خودنمایی و شیرین سخنی جلوی دوربین بشینیم یا جلوی میکروفون و همون بحثای تکراری رو انجام بدیم، ما نیست که میبازیم، ما داریم شو خودمون رو اجرا میکنیم. این نسل آینده است که دوباره خواهد باخت. این نسل، نسل بسیار شیکیست، خیلی باهوشتر از رژیمه، به رژیم هم نمیخوره. همین امروز برید خبرها رو بخونید، 7 به اصطلاح بلاگر یا فیسبوک نویس رو 135 سال به حبس محکوم کردن. کجای دنیا اینجاست؟ کجای دنیا این چنین رژیمی داره؟ حتی کره شمالی هم این چنین نیست. چرا؟ به خاطر این کره شمالی ادعا نمیکنه من دموکراسی دارم، کره شمالی ادعا نمیکنه من آزادی آوردم، کره شمالی ادعا نمیکنه من اصلاح طلب دارم و رفورمیست دارم. کره شمالی میگه من یک روستای جهانی هستم، صاحب این برده های جهانی هم. همین. ولی شما چی؟ شما نه فقط مردم ایران رو در واقع به یک نوعی به بردگی ایدولوژیکی برگزیدید، خارج از کشور را هم در واقع به صورت زامبی های تبعیدی در باید بگم سر کار گذاشتید. جمعه شب پای دیوار خواهیم رفت، وظیفه‌مونه. با آقای کاردان نازنین قول دادیم دو برنامه و همیشه هم سعی میکنیم با تونی جوانسال تا اونجایی که میتونیم، تا اونجایی که ظرفیت های کارمون اجازه میده، برنامه های ارائه بدیم که در واقع یک مقدار هم نوآوری داشته باشه که میبینیم. اونجا خواهیم رفت، با بچه های فیسبوکی خواهیم بود، بازم همون بحث های دیگری رو انجام خواهیم داد. اما اجازه بدید قبل از اینکه خداحافظی کنم، همینجوری که از پیمان نازنین جوانسال سپاسگزاری میکنم و تونی جوانسال و اکثر بچه هایی که با من هستن اما ما نمیبینیمشون، ببینید این نخبگان بدسواد، نه بیسواد، خیلی هاشون با سواد، لطف کنن برن رو سایت ها و بزنن بیلدربرگ 2014، یک اطلاعاتی پیدا کنن که الان در دانمارک چه جلساتی هست، چه کسانی شرکت میکنن. الیت دنیا اونجاست، کیسینجر 92 ساله داره رفته در اونجاست، بسیاری از بانکداران اونجا هستن، ماریو مونتی نخست وزیر منتخب ایتالیایی که بازم کنار رفت اونجاست، هر که رو بخواید اونجاست. دارن درباره آینده دنیا دوباره جلسه میکنن. در اونجا جلسه ای است در مورد اوکراین، پوتین، خاورمیانه و ایران و بحران های اقتصادی دنیا. برید انقدر نشینید و در واقع مثل این زامبی ها بگید اینا تز توته هست، توهم توته هست. کسی توته نمی کنه، برنامه می ریزن. اونها مثل ما نیستن، ما دیمی کار می کنیم، اونها برنامه می ریزن. برید بیلدربرگ 2014.